همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست. اشکان، مقامات اسرائیلی همچنین از واکنش سخت به حمله راکتی حزب الله صحبت میکنن. بیشتر درباره اون چه در مرزهای شمالی اسرائیل میگذره برمون بگو. بله، خب مقامات اسرائیلی همچنان مدام دارن میگن که ما واکنش سختی نشون خواهیم داد، اما اینکه این واکنش چه خواهد بود، واقعیت اینه که هنوز کسی دقیقا نمیدونه که واکنش اسرائیل چه خواهد بود. سخنانی این ور و اون ور شنیده میشه، مثلا خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام اسرائیلی گفته که واکنش اسرائیل سخت خواهد بود، اما به شکلی خواهد بود که موجب یک جنگ تمام عیار نشه. همزمان چند مقام اسرائیلی دیگر به رویترز گفتند که اسرائیل علارغم اینکه تلاش میکنه که در واقع واکنشش به شکلی باشه که موجب جنگ تمام عیار نشه، اما خودش رو برای یک جنگ شدید چند روزه با حزب الله لبنان هم آماده میکنه. از اون طرف باید گفت که وزیر خارجه لبنان هم دیشب گفت که مقامات کشورهای دیگر به او گفتند که واکنش اسرائیل محدود خواهد بود و شامل دو منطقه نمیشه، یکی شهر بیروت و دومی فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری در بیروت. این موضوع باید گفت به این دلیل مهم هست که هم حزب الله و هم حتی در مواردی دولت لبنان به اشکال مختلف سعی کردند که این پیام رو به اسرائیل برسونن، از جمله در مصاحبه هایی که با رسانه های مختلف داشتند یا گفتگوهای بدون ذکر نام آفتر رکوردی که با در واقع شبکه های تلویزیونی یا رسانه های دیگر داشتند، که بیروت، محله منطقه زاهیه در بیروت که در واقع محل استقرار و محل قدرت نمایی شیعیان و حزب الله در بیروت هست و فرودگاه رفیق حریری، اینها خط قرمزهای حزب الله هستند که اگر اسرائیل اونها را هدف قرار بده، اون وقت حزب الله هم شهر حیفا و هم تل آویو رو هدف قرار خواهد داد، موضوعی که بدون شک به یک جنگ تمام عیار مبدل خواهد شد. از طرف دیگه باید گفت که دیروز عصر رسانه‌های مختلف گزارش دادند، از جمله خبرگزاری اسوسییتد پرس، که حزب الله در حال آماده کردن و جابجا کردن موشک‌های دقیق و نقطه زن خودش هست برای اینکه اگر به گفته اونها لازم شد از این موشک‌ها استفاده کنه. اما در همین حال همچنان تلاش های بین المللی هم ادامه داره برای اینکه جلوی مبدل شدن این درگیری به یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای گرفته بشه، جنگ تمام عیاری که ممکن هست نیروهای شیعه در عراق یا حتی جمهوری اسلامی ایران هم درگیرش بشن اگر به یک جنگ تمام عیار مبدل بشه. دیشب آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، با یسحاق هرسوگ، رئیس جمهور اسرائیل تلفنی صحبت کرد و او هم از او خواست، در واقع بلینکن هم از او خواست که خیشتنداری نشون بدن، جلوی مبدل شدن این جنگ به یک جنگ تمام عیار رو بگیرند. وزیر دفاع اسرائیل هم با همتای آمریکایی خودش دیشب صحبت کرده که محور گفتگوهاشون همین موضوع بوده. و در این میان باید گفت اتفاقات داخلی که در اسرائیل افتاده موجب شده که به نظر میاد شاید برای یکی دو روزی حمله اسرائیل یا واکنش اسرائیل به تعویق بیفته. ممنون اشکان صفایی، همکارم از اورشلیم.